به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. نیابد بدون نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هرچه زین گوهران بگذرد، نیابد بدون راه و جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. ستودن نداند کس که او را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خرد را و جان را همی سنجد اوی، در اندیشه سخته کی گنجد اوی. بدین آلت رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. پرستنده باشی و جوینده راه، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخن گاه نیست، ز هستی مرندیشه را راه نیست. سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه که هنوز اسم نداره میگم برنامهش، ولی ما شروع میکنیم. میکروفونی زره شروع شده. یک دو سه. ما میخواستیم که شروع کنیم به آغاز کتاب شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ موسکو، متن کامل. ما کم کم از این شاهنامه میخونیم. یه سری اینفورمیشن اینجا هست که برای شما کم کم اعلام میکنم که به امید خدا ببینیم که چندیم با هم، ببینیم که چی میشه، ببینیم که از شاهنامه چیزی متوجه میشیم. من خودم بعدم میام توش یواش یواش دارم یاد میگیرم، همچین ماهر نیستم. اگه چیزی اشتباهی شد، کم و زیاد شد، به بزرگی خودتون دیگه ببخشید، استادان دیگه ایراد نگیرن. خب این آغاز کتاب بود که ما شروع کردیم. به نام خدا که بهتر از این نمیشه که شروع کرد. فردوسی به این زیبایی گفته، به این زیبایی شروع کرده کتابو. ما هم همینجوری به گفتار فردوسی شروع کردیم. شاهنامه یعنی میشه گفت کم و بیش یعنی کتاب شاهان، تاریخ شاهان ایران گفته، ولی فقط هم به این موضوع نپرداخته، موضوعی دیگه هم داره. کتاب اونجوری شروع میشه که اول یه مقدمه‌ای داره، مثل همه کتابا که میشه گفت بیشترین کتابا مقدمه داره، از با نام خدا شروع میشه، ستایش خرد، از مردم چیزی میگه. کنون ای خرد من وصف خرد، بدین جایگه گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو بر خورد. یعنی که از خرد چیزهای زیادی گفته. بعد گفتار اندر آفرینش عالم، که چجوری دنیا به وجود اومده. از آغاز باید که دانی درست، سرمایه گوهران از نخست. که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آرد پدید.
گفته که چجوری آغاز شده که خیلی قشنگه، بعد شما خودتون بگید بخونید کتابو. من همینجوری ازش رد میشم. گفتار اندر آفرینش آفتاب، اندر آفرینش ماه، گفتار اندر ستایش پیغمبر، اینا همه مقدمات کتابه. بعد گفته که گفتار اندر فراهم آوردن کتاب، که چجوری کتابو به نظم درآورده. فردوسی این داستانا رو از این ور و اون ور، از اونا که داستان تعریف میکردن و آدم های چی میگن داستان سرها، این داستان رو میشنیده و به طرز خودش، همش که بین میبینید و من براتون میخونم، درست کرده، به نظم در آورده در حقیقت. بعد یه ذره تعریف کرده که کجاها باید میرفته، باید با کیا صحبت میکرده، کی بهش این داستان رو گفته، از کجا شنیده، چجوری، چقدر مسافرت کرده، کیا رو برده برا پیش خودش دعوت کرده، پولشون رو داده که براش این داستان رو تعریف کنه. این چیزها رو همه رو نوشته. داستان دقیقی شاعر، بنیاد نهادن کتاب، اینا رو همه رو فردوسی گفته. من اینا رو دیگه برای شما نمیخونم چون که آره. بعد ستایش سلطان محمود، همون سلطان دوران خود فردوسی، دوران ساسانی بود دقیقا فکر کنم، آره دوران ساسانی بود. بعد از شاهنامه چی میشه گفت؟ شاهنامه نزدیک 52,000 بیت، ولی خود فردوسی گفته که 60,000 بیت تقریبا شد، اگه درست بخونم، ز ابیات قرات 2,30,000 سخنهای شایسته غمگسار. این که خود فردوسی گفته که 60,000 تا بوده، 60,000 تا بیت سروده، ولی شاهنامه 1,000 ساله است، 1,000 ساله شده شاهنامه، به خاطر همین ممکنه بعضی از بیتاش کم شده باشه، بعضیاش اضافه شده باشه، این امکانات هست که کم و زیاد شده باشه بیتای شاهنامه، به خاطر همین حالا ما تقریبا 52,000 تا بیت در شاهنامه داریم. بعد دیگه چی میشه گفت؟ 35 سالم طول کشید تا فردوسی این شاهنامه رو که به این صورت هست جمع جورش کنه و بپیچونتش به قول معروف. بعد خدمتتون عرض کنم که اینم از فعلا شروع شاهنامه. شاهنامه رو میشه به سه قسمت تقسیم کرد. قسمت اولش بخش اساطیری داستانه که با کیومرث شروع میشه، پادشاه کیومرث شروع میشه تا کیقوباد. قسمت اساطیری مثلا میشه گفت میتولوژی، داستانای یه ذره مثلا میشه هم گفت باور کردنی، باور نکردنی. قسمت دوم قسمت حماسیشه، حماسی داستان، داستانای پهلوانی مثلا رستم و اینا، رستم دستان که یا اپیک زاگن زو که من دوست بسیم übersetzen، قسمت های حماسی داستانه. قسمت سومش هم قسمت های تاریخیشه که از سلسله ساسانی شروع میشه تا حمله اعراب به ایران که آخرای کتاب. شیشه بود افتاد ولی نگران نباشید چیزی نشکست. خب بعد آره اینجوریه. بعد بیشترین قسمت کتاب هم قسمت حماسیشه، یعنی همون داستانای پهلوانی.
خب قسمت اساتیریش که کمترین جزء کتابه توضیح میده که مثلا آغاز زندگی، کشف وسایل اولیه زندگی، چجوری آتیش درست شد، چجوری خونه ساختن، این چیزا شروع میشه. از کیومرث شروع میشه که کیومرث سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که نام بزرگی به گیتی که جست، که بود آن که دیهیم بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران به یاد. مگر که از پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در بدر، که نام بزرگی که آورد پیش، کرا بود از آن برتران پایه بیش. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زنداستان، چنین گفت که این تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. من معذرت میخوام اگه خوب نمیخونم، شما گفتم که بوزی خودتون ببخشید. گفتش که آره کیومرث شروع کرد و اینا، اومد داستان و کیومرث شروع کرد. کیومرث هم که میشه گفت توی اوستا اومده اسمش، میگن گیومرت، بعد میشه معنیش کرد که مثلا اسمشو زنده فانی کیومرث. داستان دی ارست منشن میشه گفت تقریبا مثلا دوران شتاین سایت، چی میشه دوران وسط، نه ما قبل تاریخ، که با سنگ و توی قارا زندگی میکردن و قار نشین ها بودن. مثلا کیومرث پادشاه سن قار نشین ها بود، در کوه زندگی میکرده. اینو همه اونجا گفته که در کوه زندگی میکرده و اینا، براتون میخونم یکی یکی یواش یواش. چنین گفت که اینا، چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر آیین و آب، بتابید از آن سان ز برج بره، که گیتی جوان گشت از آن یک سره. کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای، به کوه اندرون ساخت جای، سر بخت و تختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. مثلا پلنگینه پوشیدن، پوست پلنگ پوشیدن، مثل همون دوران شتاین سایت قار نشینا. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. خورش یعنی خوراکی، خوردنی. به گیتی در اون سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. دد و دام و هر جانور گشت پدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. دد و دام یعنی حیوانات، حیوانات اهلی و وحشی. دد و دام، دد یعنی همون حیوانات وحشی، از جمله گرگ و شیر و پلنگ و ببر و اینا. دام هم که اونا میشه گفت دقیقا وحشی، ولی مثلا الان اهلی شدن مثل گاو و گوسفند. اونا دد و دام و هر جانور گشت بدید، وقتی دیدش زگیتی به نزدیک او آرمید، رفت گفت بیا بیشم. دوتا می شدندی بر تخت اوی، از آن بر شده فر و بخت او. اینا میگه که سیامک بعدش نام فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. آها، کیومرث یه پسر داشت به نام سیامک، بعد سیامک با دیو میجنگه و اینا، بدون که به باباش بگه میره با دیوه میجنگه، بعد این دیو هم که دیوه دیگه میکشتش سیامک رو. بخاطر همین
از سیامک زیاد حرف زده نشده. سیامک بدش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل به دو زنده بود. به جانش بر از مهر گریان بدی، ز بیم جداییش بریان بودی. بر آمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. به گیتی نبودش کسی دشمنا، مگر بدکنش ریمنا هرمنا. یعنی کسی دشمنی نداشت کیومرث و سیامک و خانوادش، مگر اینکه ریمن آهرمنا. یکی بچه بودش چو گرگ و سترگ، دلاور شده با سپاه بزرگ. بزرگ مثلا جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک بزان پایگاه. سپه کرد و نزدیک او را جست، همی تخت و دیهم که شاه جست. همی گفت با هر کسی رأی خیش، جهان کرد یک سر پرآوای خیش. کیومرث زین خود که آگاه بود، که تخت مهی را جز او شاه بود. یکایک بیامد خجسته سروش، بسان پری پلنگین پوش. بگفتش ورا زین سخن در به در، که دشمن چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید، ز کردار بدخواه دیو پلید. فهمید که یه دیوی هست که با اینا دشمنه و اینا. وقتی که این سیامک اینا شنید، دل شاه بچه برآمد به جوش. سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. سری سپاه درست کرد، بینید که باباش بگه، رفت دنبال دیو. بعد بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود و نه آیین و جنگ. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چو روی اندر آمد به روی. سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با پوورا هرمنا. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. فکند آن تن شاهزاده به خاک، زدش خاکش کرد دیو پلید. سیامکو زد خاکش کرد. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. فکند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. دی کمرشو یه چاکی زد. سیامک به دست خروزان دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. چه آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. خلاصه شاه فهمید که بچهش کشته شده، داغون شد دیگه. ز تیمار گیتی برو شد سیاه. من این دوره ببندم، اینو شغل شده. زو شد سیاه. فرود آمد از تخت و ویل کنان، زنان بر سر و موی و رخ را کنان. همجوری داشت موشو میکند و خودشو میزد و میومد بیرون. دو رخسار پرخون و دل سوگوار، دو دیده پر از نم چو ابر بهار. دو تا چشاش مثل ابر بهار بیچاره داشت عشق می‌ریخت. بچه‌اش کشته شده بود دیگه. خلاصه اینجوری اینا سپه ساز و برکش و فرمان من برآورد یکی گردن از آن انجمن. اینجوری سوگوار بودن تا اینکه خجسته سیامک یکی پور داشت، که نزد نیا جا دستور داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود. سیامک بچه داشت، اسمش هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرا او را ببر.
نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چو بنهاد دلکینه و جنگ را، ببخشید، بخواند آن گرانمایه هوشنگ را. همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه رازها برگاشت از نهفت. یعنی همه راستا رو گفت دیگه، همه چیزا رو بچهش گفت، به نوش گفت. هوشنگ نه، کیومرس. کیومرس به نوش گفت که بابا تو یه دیوه کشته، یه دیوه نامرد چنگ زده، این پهله شد در آورده، حالا میخوای چیکار کنی؟ چو بنهاد دلکینه و جنگ را، بخوان آن گرانمایه هوشنگ را. همه گفتنی ها به دو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. که من لشکری کرد خواهم همی، خروشی برآورد خواهم همی. تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو. من دارم میرم، من لشکر درست کردم، ولی من رفتنیم، من دیگه سن و سالی از من گذشته، تو باید، تو شاه نوی، شاه جدیدی. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، زدرندگان گرگ و ببر دلیر. یعنی گرگ و اینا، شیر و اینا با خود ببر. سپاهی دد و دام و مرغ و پری. این سپاهش از چی بوده؟ سپاهش از دد و دام که گفتیم، حیوانات اهلی وحشی. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار پرکین کند آوری. پس پشت لشکر کیومرث شاه، نبیره به پیش اندرون با سپاه. نیامد سیه دیو با ترس و باک، همی با آسمان بر پراگند خاک. زهر ای درنگان جنگ دیو، شده سست از خشم کیهان خدیو. به هم برشکستند هر دو گروه. وقتی که این دو تا گروه به هم خوردن، گروه هوشنگ و دیو، هر دو گروه شدند از دد و دام و دیوان ستوه. بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد بر دیو نستون تنگ. کشیدش سر و پا یک سر دوال، سپهبد برید آن سر بیهمال. سرش برید، به پای اندرون افکند و به سر پردخار. دریده برود چر بر گشته کار. چه آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. کیومرث هم مرد و اینا، برفت و جهان مردری ماند از اوی. جهان ازش موند، نگر تا کران از او آبروی. جهان فریبنده را گرد کرد، ره سود به نون بلا 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 بلا. جهان سر به سر چو فسان است و بس، نماند بدو نیک بر هیچ کس. این آخر داستان کیومرث بود. حالا هوشنگ میاد تو کار. هوشنگ که اومده بود جنگ کرده بود، انتقام پدرش رو از اون دیو گرفت، و حالا میگه که جهاندار هوشنگ با رای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. به جای باباش تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سالی چهل، پر از هوش و مغز و پر از رأی دل. چو بنشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی. که بر هفت کشور منم پادشاه، جهاندار پیروز و فرمان روا. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بستم کمر. بزان پس جهان یکسر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. هوشنگ پادشاه شد، جهان رو پر از داد کرد،
آباد کرد، دنیا خوب شد دیگه کلا. این هنوز تو همون دوران، یواش یواش داریم میایم جلو، دوران مثلا قارنشینا تقریبا داره تموم میشه، یه ذره با فرهنگ تر شدن آدم ها. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. آهن و آتش رو جدا کرد، یعنی از ایزنهرتز آهن ساخت، از سنگ آهن، چی میگن فارسی چی میشه، سنگ آهن آهن ساخت. این میکروفون شل میشه، من یه چاره برای این میکروفون بکنم. بسا نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. سر مایه کرد آهن آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. این آهن از سنگ جدا کرد. بعد حالا میگه که چجوری آتیشو اختراع که نه، آتیشو کشف نه، آتیشش بوده، مثلا رعد و برق میزده به جنگل، جنگل آتیش میگرفته، نمیدونم آتش فشان میزده بیرون، آتش میومده، ولی آتش بوده، ولی مردم تونستن که اینجا هوشنگ تونست آتش رو مهار کنه، به دست خودش بگیره. یکی روز شاه جهان سوی کوه، گذر کرد با چند کس هم گروه. یه گروه شدن با هم رفتن پیاده روی تو کوه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، چشمی خون بود. ز دود دهانش جهان تیره گون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانی دست، جهان سوز مار از جهان جوش جست. خواست اون مار رو بکشه، اون دراز و سیاه و چش و اینجوریزا مار بوده، خواست اون مار رو بکشه با سنگ، ولی ماره یه جوری فرار میکنه، یه جوری از دستش در میره. بر آمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد. سنگ به سنگ خورد، یه جرقه زد، یه چیزی بلند شد، گر گرفت. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. رنگش آذری شد، نشد مار کشته ولیکن ز راز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. خدا شکرت، باریکلا، دست خوان درد نکنه، اینا زد نشونه خودش، باریکلا. نه باریکلا زیاد نگفت، بیشتر از خدا تشکر کرد. همی کرد و خواند آفرین، که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. بگفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. اگه فکر داری باید میفهمی چند چندی با خودت و خدا. باید چی گفت؟ بگفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. باید بپرستی. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد او با گروه. یکی جشن کردن آن شب و باده خورد، صد نام آن جشن فرخنده کرد، کرد فرخنده خورد خرد کرد. اسم اون جشن داشت جشن صده. بعد برم بخونم برم صده، جشن صده چیه دقیقا. من الان اطلاعاتی از جشن صده ندارم، ولی انگار با آتیش
یه ارتباطی داره جشن صده، چون آتیش رو اختراع کرد، اختراع که نه کشف کرد و تونست به دست بیاره و اینا، رفت تو گروه، رفت تو کوه و کمر پیش گروه، جشن گرفتن و زدن و خوردن، جشن صده رو به پا آوردن. یکی زهوشنگ ماند آن صده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار، کز آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، از آهنگری اره و تیشه کرد. دونست که دیگه گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. وقتی آهنگو از سنگ جدا کرد، تونست که آهنگری پیشه کنه، بعد از آهنگری اره و تیشه کرد. چو این کرده شد چاره آب ساخت، گوش که بعد یه آبی بعد بخورن دیگه، بعد زمین آب بخورن، دشت و دمن. چو این کرد شد چاره آب ساخت، ز دریایی ها رودها را بتاخت. از دریاچه ها، مثلا دریا هم منظورش دریاچه، تونلی درست کرد، تونست آبا رو بیاره توی زمین ها و اینا، مردم بتونن آبیاری کنن. به جوی و برود آبها راه کرد، به فرخندگی رنج کوتاه کرد. چراگاه مردم بدان برفزود، پراگند پس تخم و کشت و درود. دیدی؟ کشت میکنن، تخم و اینا میریزن که برنجید پس هر کسی نان خیش، معلومه دیگه، برنجید پس هر کسی نان خیش. برزید و بشناخت سامان خیش. بدان ایزدی جاه و فرکیان، ز نخچیر گور و گوزن جیان. نفهمیه چی جیان، اون موقع هم جیان بوده انگار، نه این شوخی بود که جیان نبود. جدا کرد گاو و خر و گوسفند، آهان جوری داره دد و دام دیگه هم جدا میکنه. جدا کرد گاو و خر و گوسفند، برز آورید آنچه بد سود من. بروز آورید آنچه بد سود من. هرچی که سود داشت، سود من بود، آوردش نزدیک خودش. بیا اینجا. ز پویندگان هرچه میش، هرچه مویش نکوست، ز پویندگان هرچه مویش نکوست، به کشت و به سرشان براهیخت پوست. چو روباه و قاقم، چو سنجاب و نرم، چهارم سمور است و کشموی گرم. بر این گونه از چرم پویندگان، بپوشید بالای گویندگان. پوست و چرم و اینا داره یواش یواش در میاره بتونه ازش لباس درست کنه، این چیزا. چو پیش آمدش روزگار بهی، از او مردری ماند تخت مهی. زمانه ندادش زمانی درنگ، شد آن هوش هوشنگ با فر و سنگ. نه پیوست خواهد جهان با تو مهر، نه نیز آشکار را نماید چهر. هوشنگ هم تموم شد داستانش. این هم داستان هوشنگ بود که هوشنگ تونست چیکار کنه؟ هوشنگ تونست همونجوری که شنیدید گاو و گوسفند و اینا رو درست کنه. آب از اول آتیش درست کرد، بعد رفت اره و تیشه کرد، رودخونه و اینا درست کرد، تونست کانال آب رو درست کرد که بتونن مردم خودشون برنجید پس هر کسی نان خیش. دست خودش بود که بتونه نون خودش رو در بیاره. بعد طهمورث میاد. اصلا از هوشنگ چیز ننوشتم من. هوشنگ، از هوشنگ بعد من چیز نوشته باشم.
کیومرث که اینجا اسمش کیومرث، در اوستا اومده، در کوه زد نیم کنینا سیامک با دیو جنگ میکنه، کشته میشه. آن دیو سیامک کشتهش اسمش خزوران بوده. خزوران خزوران فکرم خوندم ولی یادم نمیاد. الو الو یک دوست. بعد آره کیومرث، سیامک، هوشنگ، تهمورس. Thank you.